سلام 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 میکنم خدمت تک تک بینندگان محترمی که نشستن و توی خونه دارن برنامه پاتوق رو از شبکه جهانی ITN تماشا میکنن. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. اصلا سورپرایز نشید و تعجب نکنید، بنا به پیشنهاد خود کارگران امروز افتخار مجریگری برنامه به من داده شده. و اما قبل از هر چیزی، قبل از صحبت‌های دیگه، میخوایم بریم سراغ مهمانان این برنامه. مهمان که چه عرض کنم، میتونم بگم صاحب خونه. مهمانان این برنامه رو شما خیلی بهتر از من میشناسید و این شما و بهداشت و بیتای عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ما هم خوشحال هستیم که شما پیش ما هستید و جای ما نشستید امروز. منم سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز خوب پاتوق از شبکه جهانی ITN. درود به شما، درود به شما. من میخوام اون سلام همیشگی خودم رو نکنم به خاطر اینکه ما الان اونجا نیستیم. این براستیم. سلام میکنم به شما، مرسی که بیننده پاتوق هستید، مرسی که همچنان ما رو به خونه هاتون راه میدید و میاد توی پاتوق ما میشینید و با هم گپ میزنیم. خب مثل همیشه برگشتیم به پاتوق همیشگیمون و صحبتها و گپ و گفته خودمون. ما امروز تصمیم گرفتیم که جمع خودمون رو داشته باشیم برای اینکه بیشتر با برنامه خوب پاتوق آشنا بشیم، که ببینیم اصلا این برنامه چطوری شکل گرفت، از کجا شروع شد، هدف این برنامه چیه، که برای مخاطب هایی که دارن این برنامه رو میبینن و در واقع طرفدار این برنامه هستن یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه که هدف این برنامه، پیدایش این برنامه از کجا بوده. خب من حالا اول یه توضیح کوچولو بدم که خیلی حس عجیبیه واقعا که اینجا ما نشستیم این دفعه و داریم به اون طرف نگاه میکنیم و خب یه جورایی حضور توی پاتوق برای ما یه جور خونه شده برای ما. یعنی یه حسی داره که ما حالا به لطف کارگردان عزیز برنامه، آقای شهریار خادمی که بنیانگذار این برنامه بودن، ایشون سالها سابقه کار داشتن از ایران توی صدا سیما ایران و حالا تا الان که توی کانادا سالهاست دارن کار میکنن و یه ذره خب یه جایی که تصمیم گرفتن، چون برنامه‌های قبلی هم داشتن دیگه، برنامه قبلی می‌ساختن به اسم تمام برنامه‌هاشون برنامه‌های تلویزیونی بوده در کنار کار خودشون، خانه ما و برنامه هیس و چندین برنامه به اسم‌های مختلف. چندین سال هستش که جناب آقای شهریار خادمی این کار رو انجام می‌دادن و تصمیم گرفته شد از سال گذشته، همونجوری که شما می‌دونید، با برنامه خوب پاتوق در منزل شما عزیزان ما حضور پیدا بکنیم. اسم پاتوق از کجا اومد؟ چون اسم خیلی گرم و صمیمی داره فکر میکنم. اسم پاتوق که میاد آدم یاد دور همیا و پاتوق و میدونید دوستان و اینجور ارقام. از اونجا که خود آقای کارگردان انسان کاملا گرمی هستن و صمیمی، شما تو جریان هستید و اینقدر دوست دارن که همیشه همه دور همدیگه باشن و توی برنامه‌شون هم این به همون شکل دیده بشه، واقعا یه مثل دور همی باشه که ما توی منزل بینندگان عزیز میریم و بیننده ها نسبت به برنامه ما کاملا راحت باشن، اسمش رو برنامه پاتوق گذاشتن. آره اصلا یه جورایی حتی دکور برنامه هم سعی کردیم که مثلا ما روز اول که نشستیم صحبت کردیم در مورد ساخت این برنامه، خیلی به اسم فکر کردیم، همونطوری که پیتر جان گفتن، اصلا سعی کردیم یه جوری باشه که انگار ما توی خونه ها دور هم نشستیم. یعنی ما سبک برنامه سازیمون اینجوریه که ما اینجا نشستیم، شما اون برای این میز و اون برای اون فرش نشستید، با هم داریم گپ میزنیم. یعنی در اصل بینندگان عزیز ما پیش ما هستن. دقیقاً ما هر دفعه میریم خونه های همه بینندگان میشینیم و باهاشون گپ میزنیم. به خاطر همین هم اسمشو گذاشتیم پاتوق، که یه جورایی این یه پاتوقی بشه برای همه مردم ایران که بتونن دور هم جمع بشن و با هم برنامه بسازیم و برنامه تماشا کنیم. خیلی عالی، خیلی اسم واقعا فکر میکنم درست و به جاییه. منم واقعا افتخار آشنایی با آقای شهریار خادمی رو داشتم، خیلی خوشحالم که در خدمتشون هستم. خب بریم سراغ یه سوال دیگه. هدف برنامه پاتوق چیه؟ هدف این که برنامه ها، یعنی برنامه ها به چه صورت قراره
انجام بشه، اینکه هر قسمت مهمان داریم چه جور مهمانیه، آیا مسابقه داریم، بازی داریم، چالش داریم، به چه صورتیه؟ در اصل ما هم مهمان داریم هم گهگاهی که مهمان نداریم. در هر حالت این برنامه دوست داریم آموزنده باشه، هم آموزنده باشه هم خودمونی باشه. وقتی که خودمونی باشه به دل میشینه، از دل براید و به دل بشیند. منظور این برنامه کلش و با اسم پاتوخ، همینجور که شما میدونید واقعا دلمون میخواد شما تو جریان هستید، برنامه هایی باشه که خیلی خیلی برای شما آموزنده باشه و مفید باشه در نهایت. بله، خب همیشه من اعتقاد شخصی خودم بر این هست و کارگردان برنامه هم همیشه با ما موافق بودن، ما همیشه دوست داریم یه حرفی بزنیم، اگر طنزه، اگر شوخیه، اگر حرف جدیه، هر چیزی که هست یه جایی یه گوشه ذهن یه نفرم که شده یه چراغی روشن بکنه. این یه جور رسالت کسی هست که یه تریبون در اختیارش هست. این تریبون الان این دوربینی هست که در اختیار ما هست. ما دوست داریم که از طریق این تریبون یه حرفی بزنیم، نظر یه کسی رو در مورد یه کار اشتباه عوض بکنیم، نظر یه کسی رو در مورد کار درست تقویت بکنیم، سعی بکنیم که آدما اگر که تصمیمی بگیرن روی تصمیمشون بیشتر فکر بکنن. و خب ما قسمت‌های برنامه رو هم هر دفعه به همین در واقع منظور تعیین کردیم که هر دفعه با هر قسمتی که بوده حرف خاص خودش رو زده که یه جورایی اون در واقع اون چراغ رو روشن بکنه توی ذهن بینندگان. بسیار عالی. تم برنامه به چه صورتی است؟ منظور تم برنامه، سوالمو بازتر می‌کنم، بیشتر برنامه شاده، بیشتر برنامه بزن و برقصه، بیشتر برنامه میتونه حالا سیاسی باشه، میتونه تاریخی باشه، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، چه تمی رو بیشتر مد نظر دارید برای اینکه برنامه پاتوق رو جذابتر بکنید برای مخاطبها، که مخاطبهای بیشتری که هستن پای برنامه ما لذت ببرن؟ حالا چیزی که خیلی مهمه اتفاقا من اینجا بگم، برنامه ما اصلاً و به هیچ عنوان سیاسی نیست، کاملا یه برنامه دوستانه، صمیمی، و دلمون میخواد همه چی و همه کس رو به هم پیوند بدیم. دلمون نمیخواد اصلا به هیچ عنوان وارد هیچ نوع سیاستی بشیم و اینو دوست نداریم و کارگردان هم دوست نداره و ماها هم تک تک دوست نداریم. و برنامه ما کاملا برنامه شاد، آموزنده، اجتماعی، فرهنگی، همه جور برنامه‌ای داریم تو برنامه پاتوق و در کنارش خودمونی بودنش هستش. این جذاب بودن برنامه ما هستش. خب ما توی برنامه‌مون همیشه برنامه موضوعات اجتماعی پرداختیم دیگه. یعنی بله. هر اتفاقی رو که صحبت کردیم در موردش بیشتر به موضوعات اجتماعی در واقع بحث می‌کرد، در مورد موضوعات اجتماعی بوده. خب همونجوری هم که ایشون گفتن هیچ وقت سعی نکردیم که در مورد سیاست حرف بزنیم. سیاست رو میذاریم به عهده سیاستمدارا. ما سعی میکنیم که یه حرف قشنگ بزنیم، یه کاری بکنیم که مردم یه ذره بیشتر دلشون شاد بشه. همونطوری که گفتی، آره، تم برنامه همیشه شاد بوده. ما همیشه توی ویژه برنامه‌هایی هم که داشتیم، همیشه برنامه‌های شاد ساختیم، بزن و برقص داشتیم، موزیک شاد داشتیم. همیشه این در واقع شاد بودن توی برنامه با حضور قوی داشته. حالا کسایی هم که شمایی هم که میتونید توی یوتیوب برید برنامه پاتوخ رو سابقهش رو تماشا بکنید، میبینید که همیشه برنامه ما شاد بوده و همیشه به موضوعات خیلی موضوعاتی بوده که همونجوری که حالا کیارش همیشه میگه جنجالیه، هم این که نه به سیاست کار داره نه به دین کار داره و فقط اجتماعی. دقیقا. خودت رو میتونی کوتاه برای بینندگان معرفی بکنی؟ اینکه سابقت چی بوده؟ آیا سابقه موجیگری قبلا داشتی؟ نداشتی؟ به چه صورت بوده؟ تو چه هیته‌ای کار میکردی؟ چی شد که علاقه من شدی بیای توی برنامه؟ یا چی شد که ازت درخواست شد که بیاد توی این برنامه؟ از آقای بهداشت عزیز شروع میکنم. یه داستان جالبی داره. من قبلا خب سالها توی در واقع پشت صحنه کار کردم، برنامه مختلف و جاهای مختلف، حالا چه از حضور توی کروی در واقع ساخت سریال و فیلم توی ایران، نه حرفه‌ای ولی خب همیشه حضور داشتم، چه توی منیج کردن کنسرت ها و برگزاری کنسرت و فستیوال و این چیزا. اینجا توی تورنتو چند تا کنسرت سال گذشته ما برگزار کردیم. و طی یک اتفاق، من یه روزی یکی از دوستای من با من تماس گرفت. من هیچ وقت جلوی دوربین نرفته بودم پیش از این. یکی از دوستای من با من تماس گرفت و گفتش که من میخوام برم یه تست بدم برای مجریگری توی یه برنامه‌ای، تو هم بیا با هم بریم، فقط با هم باشیم اونجا، حالا من تنها نرم. خلاصه دو تا از دوستای ما اومدن و منم باهاشون رفتم، گفتم من میام که اونجا پیشتون باشم. رفتیم اونجا، کارگردان گفتش که حالا
اینا قراره که با تو مصاحبه بکنن، تو به عنوان مهمون برنامه بشین وسط، یه نفرشون یکیشون این برنامه نشسته یکیشون این برام. اینا شروع کردن مثلا از من سوال پرسیدن. سوال اولو از من پرسیدن. سوال اولو که جواب دادم، جواب که دادم قشنگم یادمه که جمله سلام، یه سلام علیکی کردم. بعد سلام علیکی کردم، کارگردان گفتش که یه لحظه استاپ بدین، یه لحظه استاپ بدین، من شما رو میخوام برای برنامه. البته من فکر می‌کردم رفته بودم پشت صحنه گفته بودن که من ایشون وسطی رو میخوام. آره بعد خب بعد دیگه بودم. بعد دیگه حالا آره دقیقاً بعد دیگه گفتن که آره تو بیا برنامه و فلان. من گفتم نه، حالا همون دو تا دوست من برن. اون برنامه انجام شد، بعد دیگه برای برنامه بعدی لطف کردن با من تماس گرفتن و از من دعوت کردن. منم که آره من کار اجرا، کار اینترتینمنت رو من خیلی دوست دارم. همونطور که گفتم خب من از برگزاری فستیوال، کنسرت، برنامه‌های مختلف خیلی کارا کردم. من اینجا توی تورنتو خدا رو شکر توی 3-4 سال گذشته که توی تورنتو بودم خیلی فعال بودم توی این زمینه‌ها. و آره دیگه وقتی ایشون تماس گرفتن من با کله رفتم و آره رفتم و قبول. شما چطور بیتا جان؟ شما دوست دارید خودتون رو برای بینندگان بیشتر ما البته قطعا معرف حضور هستید، علاوه بر اینکه کسانی که دوست دارن برن دنبال این راه یا پشنش رو دارن، بله، حرفی چیزی که بتونه راهنماییشون بکنه بر دوستانی که تو تورنتو هن، توی ایرانن. حالا راستش من خب خیلی ها میدونن، بچه‌هایی که با من کار کردن، من از همون دوران دبیرستان که ایران بودم توی تالار وحدت، جشنواره تئاتر، فستیوال ها خیلی من هم لوح تقدیر دارم، هم تقدیر نامه دارم، رو استیج خیلی رفتم و از دست خیلی از کارگردان ها و هنرپیشه‌های خیلی معروف جایزه های خیلی خوب و بزرگی گرفتم و بعدش خب بر حسب اتفاقای زندگی من مهاجرت کردم به دبی و چندین سال خب اونجا استاپ کرده بودم، خب بعدم امریکا و بعد کانادا. ولی از وقتی هم که منم مثل بهداشتان وارد کانادا شدم با کارگردان عزیز، همینطور خیلی از جاها، خیلی از مصاحبه ها، خیلی از فستیوال ها، خیلی از جاها، همینطور کارهای تلویزیونی، مجریگری و تا به امروز ادامه داشته و در خدمت شما هستیم. خب و اما صحبت پاتوخ شد. جذابترین خاطره ای که توی پاتوخ داشتید چی بوده بیتای عزیز؟ پشت صحنه یا جلوی صحنه؟ از پشت شروع کنیم بهتر. از پشت صحنه شروع کنیم. میدونه بهداشت که ما چه پشت صحنه هایی داشتیم، چه اتفاقایی افتاده، چقدر طولانی خندیدیم و حتی این خاطرات قشنگ جلوی دوربین هم اتفاق افتاده و آره کارگردان ما همه رو ثبت و ضبط کردن که حتما به صورت یه البته من دارم تازگی ها درخواست میکنم از ایشون که بعضی از اون پشت صحنه ها رو بهمون بدن. فقط بعضی ها بعضش قابل پخش نیست. آره بعضش قابل پخش نیست دقیقا. مثل بهتوش عزیز که خودمون همین برای قبل از این برنامه داشتیم شروع میکردیم. خب من نمیدونم راستش در مورد چی صحبت میکنی، فقط میدونم که اون چیزایی هم که قابل پخش نیست خیلی قشنگ و دیدنیه، خیلی قشنگه. آره من یادم میاد که یکی از برنامه ها خب اون توی تابستون ما خب ضبط برنامه رو ما از تابستون، از اول تابستون، از ماه جون شروع کردیم. یه روزی یادم میاد که توی خیابون داشتیم فیلم برداری میکردیم و قرار بود که یه پلانی رو توی خیابون بگیریم. من یه چیزی یادم اومد، شما بعدش فکر کنید چیز یادتون اومد بگید. من یه دونه میکروفونمون حالا باتریش تمام شده بود یا به هر دلیلی کار نمی که یه دونه میکروفون بیشتر نداشتیم. بعد اینجا گذاشته بودیم این میکروفون، خب خیلی هم چون ناگهانی پیش اومد دیگه هیچ کارش نمیشد کرد، باید میرفتیم برنامه رو ضبط میکردیم. میکروفون این طرف مثلا بیتا جان بود روی در واقع لباسشون و من باید سمت چپ ایشون میستادم که صدام درست گرفته بشه.
ما با هم داشتیم توی خیابون را میرفتیم و آقای کارگردان هم حالا وایساده بودن و فیلم بردار و فیلم برداری بکنن و اینا. یه جای رفتیم گفتن که بیستید، بعد اینجوری با دوربین دور ما چرخیدن و ما باید میچرخیدیم. ما همونجا که ایستاده بودیم بیتا جان سر جاشون چرخیدن، من یه نزدیک پیچید شما نپیچیدید. من گفتم الان من باید چی کار کنم؟ من حالا تازه من داشتم حرف میزدم، بعد من داشتم حرف میزدم، من اصلا یه لحظه خودم گیج شدم الان من چی کار کنم. همینجوری وسط حرف زدنم گفتم، همینجوری مثلا تو بحث خیلی جدی، حالا بحثم خیلی جدی، بله خب شما بینندگان از این شروع کردم قدم زدن، از پشت بیتا جان رفتم اون طرف بیتا جان رو جمعش کردیم. خلاصه بلش که میکنی یا به دو ثانیه از آقایون دفاع میکنه؟ خب دیگه والا من فکر میکنم که آقایون اگر که یه کمبودی توی زندگی اصلیشون داشته باشن، اونجاست که میرن به فکر میفتن که زن دوم بگیرن. ولی من اینجوری فکر نمیکنم. من فکر میکنم میتونه یه مقدار به خانم خودش، یعنی همون همسر اولش، بیشتر برسه. اگرم چیزی رو دوست داره که ایشون کم داره، باهاش صحبت کنه، به این نتیجه برسن، بهتره که بزنه دوم بگیره و طفلک رو انقدر اذیت کنه بابا جان. الان شما میگی که آقای به زن خودش برسه، زن دوم هم نگیره، خانوم هم بیمحلی بکنه، بعد اون وقت چی میشه؟ بنده خدا چه گناهی کرده؟ آخه اینقدر از این کارا کردید که توی امریکا خانوما میان میرن شوهر دوم میگیرن دیگه. حالا ببینید خوبه. جدی؟ بله، مگه خبر ندارید؟ عجب. آره راست میگی، من اصلا توی یوتیوب هم دیده بودم یه سری ویدیوها براش پخش شده بود که خانوم ها میرن دوتا شوهر دارن و با هم ستایی دارن زندگی میکنن. آره جالبیش این بود که برای منم هر ستاشون با هم دیگه زیر سقف زندگی میکنن، هر ستاشون هم خیلی خوب و خوش و راحت هستن. این موضوع خیلی جالبه، چه درکی دارن. آره خب بالاخره مسئله اینجاست که اونا هم باید حتما به یه چیزی، دقیقاً یه کمبودی توی زندگیشون باشه که بخوان در واقع اینو اونجوری جبران بکنن. من نظر شخصی مینم. ولی یه چیزی بگم، خداییش خانوما بهتر میتونن محبتشون رو پخش کنن بین چند تا آقایون. ولی این آقایون که میخوان بیان برن چند تا زن بگیرن، یا از این غافل میشن یا از اون یکی غافل میشن. پس به این نتیجه میرسیم همون خانوما برن یه همسر دیگه داشته باشن بهتر از اینکه آقایون دو تا زن داشته باشن. الان من نفهمیدم چی شد، شما میخواین که با قضیه زن دوم داشتن مخالفت بکنین یا قضیه شوهر دوم رو باب بکنین؟ با زن دوم داشتن 100% مخالفم، ولی اگه قرار باشه آقایون دائم توی این فکرها باشن، حالا اگه زن دومم نگیرن، یه کسی رو داشته باشن بدتر از زن دوم باشه، محضریش نکنن، همون بهتر که این آقایون خانوماشون دو تا شوهر داشته باشن که مزهشو بفهمن. آخ آخ که چقدر بده و زشته این کار. زشته بابا. خیلی اتفاقای جالب افتاده. یه خاطرم حالا من تعریف کنم، شما صد در قبلش من یه چیزی میتونم بگم. گفتن بیتا جان، یاد جان افتادم، اون جانی که وسط برنامه کات داده شد و صحبت کردن. شما میخواید اونو بگم؟ یعنی الان میتونید اونم بگید. خب باشه اونم میگم توی قسمت دیگه. ولی بذارید اینو بگم، چون یه مرتبه از خیابون یانگ استریت، اگه شما یادتون باشه، کارگردان میخواستن حتما یانگ استریت رو نشون بدن به بینندگان عزیز ما، و همچین که میرفتن فیلم برداری بکنن، یک دو سه میریم برای ضبط، یه اتوبوس خیلی گنده میمد رد میشد. نه اینقدر این اتوبوس بزرگ بود که اصلا نمیتونستن تصویر رو یه جوری نشون بدن که یان کاملا مشخص باشه. این به مشکل نه اصلا ما ساکت بود، داشتیم تمرین میکردیم، ساکت، هیچی، ماشین توی خیابون نیست، سکوت، تمرین میکنیم. خب 3-2-1 رفتیم ضبط، ماشین میومد، چراغ سبز میشد، بوغ میزد، صدای ماشین، پلیس میومد، اتوبوس رد میشد، اتوبوس بعد همونجا ایستگاه اتوبوس بود، اتوبوس میومد و ما میشد 3 نفر پیاده میشدن تو صورت ما. دقیقاً. یعنی یکی از خاطرات که شاید ما 10 مرتبه تا 15 مرتبه این صحنه رو از اول رفتیم، و برای ماهایی که خب مجری هستیم قرار ما صحبت کنیم، یه ذره کار سخت شده بود. ما آماده میشدیم، میگفتیم با بیان درست، ولی متاسفانه این بیان درست با خیابون منطقه درست برامون نداشت. یه چیزی الان گفتی، یه چیزی یادم اومد، اینه که خب شما جفتتون الان تجربه شو دارید، مجری یه چیزی میگه، یه جمله قراره بگه، یه چیزی رو از قبل تمرین شده قراره بگه، دفعه اول مثلا حتی شاید اصلا واقعا جدی نگیریم اون پلانو، با انرژی خوب میگی خوب قشنگ پرفکت اون در واقع جمله رو میگی. بعد این مسئله چند بار هم پیش اومد که ما مثلا دفعه اول اون جمله رو پرفکت گفتیم انجام شد،
جمله که تموم شد کارگردان گفت باتری دوربین تموم شد، باتری عوض کنی. باتری نمیشه. دفعه دوم دیگه نمیشد که نمیشه. این که بتونی واقعا یه چیز رو با یه همون انرژی دوباره چند بار، 10 بار، 15 بار برداشتای مختلف باشه واقعا سخته. واقعا سخته اینکه تو اون سطح انرژی. ولی خب چیزایی که دیدیم این بوده که خب همیشه سعی کردید شما انرژیتون رو نگه دارید. واقعا بچهای پشت صحنه خیلی زحمت میکشن، واقعا بچهایی که توی پاتوخ هستن، کسایی که از خود کارگردان، خود تصویربردار، همه واقعا سخت برای این برنامه دارن تلاش میکنن برای اینکه واقعا یه خروجی خیلی خوبی این برنامه داشته باشه، خصوصا تو این شرایط کرونا. یعنی واقعا ضبط برنامه شما میدونید که ما این چند وقت به خاطر شرایط کرونا چقدر محدودیت ها رو داشتیم، چقدر یعنی واقعا هماهنگ کردن مهمان ها یا به هر دلیلی هماهنگ کردن بچه ها خیلی سخت‌تر از حالت عادی بوده، خصوصا وقتی که اینجا لاکداون میشه. شما میدونید یه سری محدودیت ها خیلی بیشتر میشه، ولی با این حال ما انقدر شماها رو دوست داشتیم، هر جوری بوده هر هفته دوست داشتیم برنامه سر موقعش و آن تایم پخش بشه. خب یکی از بهترین خاطراتی که من خودم شخصا دارم از برنامه پاتوب ویژه برنامه‌ای هست که ما برای شب یلدا ساختیم. پر از خاطره. واقعا خیلی متفاوت بود، هم از نظر بازدیدی که داشت، چه توی یوتیوب چه توی شبکه ITN. خب ما برنامه‌مون کلاً از گفتم همونطور که گفتم از ماه جون حدوداً فیلم برداری این در واقع برنامه پاتوخ رو شروع کردیم. از اون زمان خب خیلی ناگهانی توی چند تا قسمت اولی که پخش شد در واقع فالوورای اینستاگراممون رفت 14000 نفر، بالای 14000 نفر. خب یهو من خودم میدیدم که چه فیدبک هایی داریم از مردم میگیریم. بعد ولی برنامه شب یلدا یه چیزی شد که من خب خیلی ها به هم، بعد برام خیلی جالب بود که شب یلدا خیلی ها به هم تکست میدادن که عکس میفرستادن که داریم برنامه پاتوخ رو برای شب یلدا رو میبینیم و خب خیلی به هم حس خوبی میداد و واقعا خیلی حس خوبی داره. دقیقا. خب صحبت فیدبک شد، چقدرم عالی، چقدرم خوب. قشنگترین فیدبکی که بیتا گرفتی چی بود توی این مدت از بیننده ها توی برنامه جدیدی که توی پاتوخ داشت انجام میشد؟ راستش فیدبک انقدر تعدادش زیاد بوده، استقبالای خوبی که ازشون گرفتیم تعدادشون خیلی زیاد بوده. چند تا قشنگاشو که یادت مونده بگو که قطعا دارم برنامه رو تماشا میکنم. آره 100% همینطوری. همون برنامه یه به قول شما شب یلدامون بود، یا یکی از فیدبک های خیلی بامزه، یه جمله بامزه من از یکی از بیننده ها گرفتم این بود که برنامه دو زنه. اتفاقا من و بهداشت دوتایی این برنامه رو مهمان نداشتیم، ولی خیلی برام جالب بود این جمله رو شاید از 5 نفر یا 6 نفر آقایون به یه شکل من گرفتم و این برام جالب بود. همشون میگفتن ما از ترس خانوممون دوتا زن نمیتونیم بگیریم. یعنی خیلی برام جالب بود که چرا باید همشون جملهشون مثل همدیگه باشه اینقدر دقیق. من فکر میکنم شوخی میکردن با خانوماشون، چون یکی از اونا خانومشون هم فالوورزای برنامه هستن. بلا فاصله فیدبکی که دادن اینکه ایشون راحت هستن، یعنی اینکه همه در حد شوخی هستش و خیلی برام جالب بود. منم یکی از فیدبک های خیلی خوبی که گرفتم، ما برنامه در مورد مهاجرت ساختیم و خب خیلی حرف زدیم. اول برنامه هم جفتمون هم گفتیم ما هیچ کدوممون کارشناس هم نیستیم، ولی خب نظرات شخصی و در واقع احساساتمون در مورد مهاجرت رو، چیزایی که تجربه کردیم رو گفتیم. بعد از اون برنامه چند نفر به من پی ام دادن. بعد جالب بود که خب هم به من پی ام داده بودن، هم به کارگردان پی ام داده بودن، هم توی پیج اینستاگرام در واقع کامنت گذاشته بودن که میگفتش که بنده خدا به من پیام داد که من با تمام خانواده‌ام داشتیم برای مهاجرت برنامه‌ریزی می‌کردیم، خیلی کارا رو هم کرده بودیم، ولی به خاطر حرفایی که شما زدیم نشستیم فکر کردیم و نظرمون رو عوض کردیم، تصمیم گرفتیم بمونیم. من میگفتم ما حالا نیومدیم بگیم بیاید یا نیاید، ولی خب همینی که این خیلی حس قشنگی به من داد. من واقعا حس قشنگی ازش گرفتم وقتی دیدم که حرفی که من زدم همون چیزی که گفتم، یه چراغی رو توی ذهن یه نفر روشن کرد. اون میدون رسالت. آره همون میدون رسالت، دقیقاً همون رسالته که در مورد صحبت کردیم. درسته. خب میریم و یه میان پرده میبین و برمیگردیم و من میخوام از یکی از دوستای عزیزم پرتو عزیز که از همکاران ما هستن خواهش کنم که بیاد اینجا یه سری سوال و جواب داریم که با هم دیگه داشته باشیم. حتما خیلی خوشحال میشیم.
چی شده؟ تو میگی راهه، اون میگه چاهه، خیلی من موندم سر دو راهی که کدوم درسته. چی بگم؟ چی اشتباهه؟ به من بگین چی به چیه، کدوم سفیده کدوم سیاهه. مهلت یه باره، دل هر داره، فرصت اگر رد شد جای جبران نداره، جبر و اختیاره. یه ضرب و تقسیم قاطیشه میشی بیچاره. آره همینه، آره پر شد از سوال دنیا، از شاید و از آیا، جواب پرسشا سخته، هر کی شاد خوشبخته. هی خوندیم و پرسیدیم، آخر اینو فهمیدیم، راز زندگی این بود، باخته هر کی غمگین بود. کار کنه که روی آرامش ببینه، نمیشه که بشینه. اگه یه وقت آگاهی با اشتباهی، زندگی زیر و روب شد و هرچی رو باختی. نمیرم الهی، باید بدونی اشکنک داریم تو بازی، خواهی نخواهی. پرشد از سوال دنیا، از شاید و از آیا، جواب پرسشا سخته، هر کی شاد خوشبخته. هی خوندیم و پرسیدیم، آخر اینو فهمیدیم، راز زندگی این بود، باخته هر کی غمگین بود. خب بیننده برنامه پاتوخ هستید، اومدیم با یه بحث خیلی خوب، با یه قسمت خیلی خوب و جالب، فکر میکنم خیلی جذاب باشه، حتما این برنامه رو تماشا کنید. پاتوخ جان خیلی خوش اومدی، خیلی ممنون، معرفی بکنی. متشکرم، خیلی ممنون. سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیز پاتوخ، خوشحالم که در خدمتتون هستم. مرسی از شهریار عزیز که منو دعوت کردن و منو پذیرفتن تو این برنامه. مرسی از بیتای عزیز، بهداش عزیز و کیارش عزیز، خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم. مرسی پاتوخ جون که به برنامه ما اومدی، ما رو خوشحال کردی. بگو ببینم برای بینندگان عزیز ما چی آوردی و چی داری از این به بعد؟ باعث افتخارمه که در خدمت شما هستم، خیلی خوشحالم. من خودم یکی از بینندگان فن شماها بودم قبل از که بیام اینجا بشینم، بیننده برنامه پاتوخ بودم و اینکه برنامه‌تون رو خیلی دوست داشتم، به خاطر اینکه این اصلا یه برنامه نبود که بورد باشه، خسته کننده باشه واسه من. این یه چیزی بود که راجع به همه مشکلات جامعه و مردم و همه چیزایی که روزمره بر ما اتفاق میفته بود. و اینکه اول من یه چیزی بگم، قرار نبود من بیام تو برنامه شما و جز همکاراتون باشم، ولی شب یلدا من اومدم برنامه شما رو دیدم. واقعیتش این که خیلی لذت بردم از پذیراییتون، از دیزاینتون، از همه چیزتون. و اینکه اونجا بود که آقای شهریار عزیز رو میت کردم و گفتن که دوست داری تو برنامه باشی و بیای، گفتم چرا که نه. و اینکه چی آوردم براتون؟ خیلی چیزا که سورپرایزه. حالا بریم و اول چالش شما رو انجام بدیم، بعدش من در خدمتت. خیلی هم عالی، خیلی پر انرژی اومده. مرسی پرتو جون. آره خب دیدید یه سریا تا وقتی که یه چیزی مد میشه همه چی رو میپوشن، خیلی هم تعدادشون زیاده اتفاقا. آره شما نظرتون چیه؟ شلوار پاره میپوشی؟ اصلا نه، من نداریم. اصلا مد یعنی چی؟ اصولا یه چیزی که خیلی متفاوت باشه مد میشه به نظر من. و خب یه چیزی باشه. که آخه زیبا بودنش هم آره، ولی مثلا پاره بودن شلوار به نظر من شخصا زیبا نیست، من زیبایی توش نمیبینم. حالا توی بعضی موارد شاید زیبا باشه، ولی آخه یه جوری شده چه مواردی آخه دیگه پارگیه. مثلا من میدیدم قبلا، من مثلا زمان دانشگاه شلوارای جین میومد، یه دونه
یه چیزی اینجوری خط اینجاش داشت، همین الان دیگه مثلا شلوار یه تیکه اینجاست یه تیکه اینجا، بعد اینا از پشت به هم وصلن. آخه واقعیتش اینه که باید به آدم بیاد، اصلا مسئله مد نیست، مسئله اینه که همون پاره رو یکی میپوشه تو میگی چقدر کیوته، چقدر بهش میاد، ولی یکی دیگه میپوشه میگی اه یارو چرا این تیپیه. واقعیتش اینه که مدام نیست، بعد بهت بیاد. منم نمیدونم شلوار پاره بیشتر وقتا به افراد نمیاد. اینجوری که بهداشت ها میگن دقیقاً درست میگن. چیزی که یه تیکه از اینجا تا اینجاشو نداره، این بابا به کی میاد؟ شما موافق هستید با همین؟ من سر و ته شلوار پنگ دارم. به من چه تیپی میاد؟ تیپ هنری. به شما تیپ اسپورت بیشتر میاد. یه تیپ کلاسیک و بروز. مردونه شخصیت لش، چه مدلی میخوای؟ نه دست دادن لش نه، همون اگه به نام خدا سلام باشه. بعضی هستن هر چی مد بشه میپوشن، حتی همین دمپایی ها، چه اشکالی داره؟ بهشون میگن قربانی مد. این قسمت از برنامه‌مون رو از دست ندید، با ما همراه باشید. به مد اعتقاد داری؟ من تا حدودی. هر چی که به هم بیاد من میپوشم. خیلی خیلی زیاد اعتقاد دارم. مد چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ چیز خوبیه. همیشه رو مد باشی خب خیلی بده. خودت هر چی مد بشه میپوشی؟ دقیقاً هر چی مد بشه میپوشم. الان مدل موهات چیه؟ سامورایی بهش میگم بیشتر. سامورایی. یه نیمرخ به دوربین ما میدیم ها ببینید. الان تریپت چیه؟ هیپ هاپی. پاپی؟ هیپ هاپی. هیپ هاپی. شلوار پاره تا حالا پوشیدی؟ ای راستی شلوارش پاره اصلا نیده. شلوار پاره بدن میپوشی؟ آره اگه بهم بیاد میپوشی. شلوار پاره مد شد یه زمانی، پوشیدی تو؟ نه دلیل نمیشه هر چیز مد بشه منم استفاده کنم. خسترین تیپی که دیدی چی بوده؟ بالا من شلوار بودم پای نفر از بالا تا پایین زاب داره، انگار گربه بهش حمله کرده و نصف ساق پاشم معلومه. یه سری ها میبینی که سعی میکنن تو تابستونم بوت بپوشن. چیه مانتو میپوشن پسرا؟ واقعا افتضاح. این لباس بلنده چیه؟ اینایی که فاقش خیلی پایینه اونا چیه؟ دوفاق. جوفاق؟ دوفاق. 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 پیرنایی میپوشن که زیر بغلش اینجا یا مثلا یقهاش بزرگ یا دمپاش کشن. ولی نه من کلا خودم چیزی که بهم بیاد و باهاش حال کنم و میپوشم و اصلا آی دون کر که اصلا به بقیه چی فکر میکنن. یعنی من از نظر خودم دارم اینو میگم که اصلا کار ندارم مد هست یا مد نیست. من با چیزی که حال بکنم میپوشم. خیلی وقتا شده تو جمعایی که حالا با دوستانم و اینا بودم کلا چیزای متفاوت من میپوشم. من خودم هم چون اخیرا دارم کارهای طراحی و اینا هم انجام میدم، چیزی که دارم، سبکی که دارم یه ذره سبک متفاوتیه. یعنی همیشه سعی کردم تو چیزایی که میخوام داشته باشم بپوشم متفاوت تر باشم. خب البته ما هم همینطور هستیم، چیزایی که خودمون دوستش داریم و میپوشیم حتی اگه خودمون هم طرحشو نداده باشیم. آره منم خودم صرفاً میگم که صرفاً اینجوریه که هر چیزی مد باشه به هر قیمتی باید پوشیده شه. بله خب من اون چیزی که خودم بهم بیاد دوست داشته باشم، خوشم بیاد، رنگش و طرحش و همه چیشو اونو میپوشم. کیارش یه جورایی خودش، حالا همونطوری هم که گفت هم کار طراحی انجام میده هم صاحب سبک هست، خودش تو کار مدلینگ هم هست. توی بله دیگه داری طراحی میکنی سبک؟ آره سبک توی طراحی نه سبک. توی فنون نظامی نه. ولی خودتو تا حالا شده که یه لباسی رو حالا برای کار مدلینگ مجبورت بکنن بپوشی اصلا خوشت نیاد، بدونی بهت نمیاد ولی مجبور بشی؟ قطعا شده. آره 100% پیش میاد. بله توی تورنتو شد. آره توی تورنتو با یه دیزاینر خیلی خوب و خارجی داشتم کار میکردم که خودش واقعا صاحب سبک بود. ما که هیچی نیستیم، ما تازه شروع کردیم، داریم یه جاده‌ایو که یه سری آسفالت کردن ما داریم توی اون مسیر میریم. اما آره برای من شده و پیش اومده که لباس که یعنی واقعا سخت بود، چون
تو زمینه های فشن بود و تو زمینه های های فشن با کامرشیال یه مقدار تو زمینه مدلینگ و فشن خیلی فرق میکنه. تو زمینه های کامرشیالی خب میره تو زمینه های سبک های تبلیغاتی که چیزایی هستش که خب تبلیغات قراره بشه، اما سبک های فشن سبکایی هستش که قراره بره روی مجله های مختلف، مثلا رو مجله نیویورک، مجله های شاید هم به این زودیا توی بازار نیاد، ولی اصلا چیزی نیستش که تو بازار قراره بیاد. یه چیزیه که میخواد یه چیزی رو بیان کنه، یه چیزی رو میخواد نشون بده و مدل خیلی مهمه که بتونه با اون ارتباط برقرار بکنه و بتونه اون چیزی که دیزاینر ازش خواسته رو پروموت کنه، بتونه قشنگ نشون بده، که این خیلی برام سخت بود و خود من هنوز هیچ تصویری ازش هیچ جایی نذاشتم، چون اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود و از نظر خودم خیلی سخت بود، اما از نظر دیزاینر از من خیلی خوشش اومد و به هم گفتش که تونستی خیلی خوبون در واقع حس رو بتونی منتقل کنی، اما خیلی سخت بود. دوست داری که همسر آینده چه تیپی باشه؟ تیپش اصلا مهم نیست، صداقت و این چیزاش اصلا مهم نیست. راجب اون تا الان فکر نکرد. تو رو قرآن ازدواج حرف نزنید که من اسرائیل نمیگیرم. موهاش سامورایی باشه باشه ازدواج میکنه. خیلی دوست دارم، ست میشه. نه دیگه خیلی پوشه و نه خیلی چی، نه خیلی دیگه باز و راحت. همسر آیندت شلوارش پاره باشه بهش جواب مثبت میدی؟ نه، به خاطر اینکه مردونه نیست. ساده. زیاد خاص نباش. اگه یه لباسی مد بشه مجانی بهت بدن میپوشی؟ تو خیابون؟ نه تو بیابون، تو خیابون. مجانی اگه قشنگ باشه آره چرا نپوشم. یه لباسا رو مجانی میدن دیگه. نه. نه نمیپوشم. مواد مخدرم اول باید رفاقتی تمام کنن دیگه. مواد مخدر احتیاط میاره، یه احتیاط نه دیگه، از کجا معلوم؟ جوانای ما از کجا الگو میگیرن؟ جوانای ما رو بیشتر اینستاگرام الگو میگیرن، مثل اینکه اینی که مثلا فلان خواننده مثلا امیر تتلو همچین لباسی رو پوشیده، این لباس رو داری؟ بیشتر از روی مثلا خواننده‌های معروف و جوون و کسی که مثلا به سبکشون میخوره. کل پیج فالوینگ اینستاگرام هم همش پیج فشنه. ژورنال‌های اروپایی دیگه بیشتر، یعنی توی ژورنال‌های اروپایی مد میشه، توی اینستاگرام پخش میشه، ما هم میبینیم. کوی ماورد، کلیپا، طرفا، مهمونیا، از پلاسکو خدا بیامرز. هیپ هاپی از کجا برداشتی؟ ولو فرهنگش که همون بر اومده، از آمریکا. جنون کچلی هست دیگه، پایین شهر بری میگن از زندان اومده، وسط شهر میگن سربازه، بالا شهر هم میگن موده دیگه. مثلا بسته به موقعیت که توش قرار میگیرم مثلا لباس میپوشم، همیشه لباس واحد نداشتم و هر چیزی هم وسطش خوبه، نه افراط نه تفریط. من فکر میکنم بیشتر وارد کننده های پوشاک رو متاثر میذارن تا مثلا طراحای مد. اشتباه، هر کی که شوال پاره تر بشه خوشتیپ تر نمیشه. خوشتیپ اتفاقا بچه ساده تر باشه به نظر من شیک تر میشی. واقعا از نظر تیپ شخصیتی، یعنی شخصیت درونی خودمون رو هر کسی با لباس پوشیدنش به نظر من نشون میده. مدی خوبه که هم در اینی که زیبایی داره و حال و در اینی که به روز هستش، طوری هم نباشه که با جامعه خیلی آمیخته نباشه و جامعه باید اونو بپذیرن به نظر من. بیتا تا حالا بهش گفتی دوستت دارم؟ گفتی دوستش دارم؟ شما بهشون؟ به کی؟ به اون کسی که ایشون دارن سوال میکنه. به هر کی که دلت خواسته، مثلا میتونه خانواده باشه اصلا. بیتا جون فکر کنم. خب شما تا فکر بکنید. گفته باشم آره دوست، مستقیم اینجوری به کلمه دوست دارم نه، ولی خب آدم یه جورایی وقتی که احساس دلتنگی میکنه حرف میزنه، اینا همه نشانه دوست داشتنه دیگه. ولی سخته. پس نگفتی. گفتنش آره، گفتنش سخته دقیقاً. حالا چیزی که گفتم ازش برداشت میشه که گفتنش سخته. خب ولی به مامان گفتی؟ من به مادرم گره گفتم، به مادرم زنگ میزنم میگم. ولی خب یه ذره مثلا پدر یه حالتی داره توی خانواده که نمیشه گفت و خب الان برای من شاید این امکان فراهم نباشه که خیلی راحت بگم به پدرم و با این همه بازم به پدرم میگم، الان باهاشم که صحبت میکنم میگم، ولی خب آره اگر که دوست دارید به کسی بگید دوست دارم بگید. تا حالا بهش گفتید که دوستش دارید؟ به کی؟ نمیدونم، به هر کسی که دوستش دارید. آره. کیه؟ نه. چرا؟ نگفتم دیگه. شاید بابام بوده که نگفت. پدرت بوده. آره. چرا نگفتی؟
چون نمی‌دونستم یه روز از دستم می‌خواد بره. مادرتون جانه، عشق جانه. بله. اون شخص کیه؟ همسرم. همسرت. یعنی همیشه بهشون میگی؟ بله. پدر و مادر چطور؟ خیلی دوستشون دارم ولی نگفتم. نگفتی؟ چرا؟ چون توی خانواده‌مون هیچ وقت این مدلی نبودیم. بهش بگید مامان دوستت دارم، بابا دوستت. یعنی الان بهش بگید تعیین می‌کنه مثلا مادر؟ هیچ وقت حالا نگفتم، بوسش کردم ولی نگفتم دوستش دارم. هیچ کدومش؟ نه. آره. کی بوده؟ یه پسره. آره. الان گذاشت؟ الان با دوست دخترشه. چون گفتی دوستت دارم. آره. حالا به پدرت زنگ بزن، خب بگو بابا خیلی دوستت دارم، اصلا دلم برات تنگ شده بود، آره خواستم بگم که بی نهایت دوستت دارم، اصلا نگو که وسط برنامه یا هر چیزی که. بعد ازش سوال بپرسم بابا تو رو ناراحت نشدی من طالبت نگفتم دوستت دارم؟ بابا میخواستم بهت بگم که خیلی دوستت دارم، یهو الان ابراز علاقه هم اومد بگم دوستت دارم. بابا چنین چی گفتم؟ بله میگم از شما بعیده، چه خبره؟ چی؟ میگم چه خبره ابراز علاقه میکنی؟ دیگه یه هایی دیدم کم ابراز علاقه کردم، گفتم الان ابراز علاقه کنم. بابا الان کجا تشریف داری؟ من الان فلک اول. فلک اول پیاده یا سواره؟ نه پیاده. بابا موازم این کرونا باشین ها، امروز 80 نفر مردن. چشم. الو سلام ماما. سلام، خوبی؟ خوبی؟ مرسی. چطوری؟ کجایی؟ من خونه. زنگ زدم بگم که خیلی دوستت دارم. خیلی ممنون. همین جوری خواستم بگم دلم تنگ شده خیلی دوستت دارم. کجا هستی؟ من بیرونم. میگم که تا حالا که بهت نگفتم دوستت دارم ناراحت نشدی؟ نه باز چی ناراحت بشم. خب باشه، کاری نداری؟ من دوست دارم. خدا. سلام، خوبی ماما؟ چطوری؟ خوبی؟ سلامتی؟ کجایی؟ من نزدیک انقلاب. آها، خب مامانی؟ نه، فکر نمی کنم. مامان خیلی دوست دارم، میدونستی؟ میگم خیلی دوست دارم، میدونستی؟ منم هم دارم، مرسی. چه خبر هستی؟ چه خبرونه؟ آره با خبرم، باشه به زنگ میزنم. خیلی خوب، خوبه؟ خدا به. الو، سلام بابایی، چطوری؟ خوبی؟ چیکار میکنی؟ بابا جون، خواستم بهت بگم خیلی دوستت دارم. چرا؟ همین جوری، گفتم هیچ وقت بهت ابراز علاقه نکردم، الان بکنم. قربونت برم، مرسی. پدرم غرور من پیش تو سرخم میکنه، پدرم نگاه تو درد منو کم میکنه. عاشقم، عاشق آرامش خنده هاتم، عاشقم، عاشق مردونگی صداتم. تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، تو هر نفس تک یگاهی فدات بشم من الهی، فدات بشم من الهی. رو به راهم اگه رو به راهی. من دوست گفتن دوست دارم برای من سخته واقعا، و ولی خب واقعا از صمیم قلب همه آدما طبیعتا خانواده های خودشون از همه بیشتر دوست دارن از همه. نه جواب ما نبود. آیا به کسی مخاطب خاصی دقیقاً گفتید دوستش دارم یا نه؟ پیش اومده خیلی کم. آخه یه چیزی هم که هست، من شخصا بهش اعتقاد دارم، لازم نیست حتما بهش بگی دوست دارم. گفتی خودت هم لازم نیست حتما بهش بگی دوست دارم، ولی من سوالم دقیقاً لازم هست که بهشون بگید دوستتون دارم. سوال من دقیقا همینه که بهش گفتی دوستت دارم یا نه؟ آره گفتم. آره من گفتی. آفرین، پسر خوبی هستن که گفتن. چرا نگه آخه چرا؟ خیالمون راحت شد که گفتن دیگه. شما هم جوابتونه گرفتید پس. عاشق چی؟ تا حالا عاشق شدی؟ عاشق شدی؟ آره. چند مرتبه؟
آمار شدت هم در رفته. نه واقعا همونش در یک نگاه که تو برنامه آره تو برنامه بعدی عشق در یک نگاه گفتیم، بعد با کرششون صحبت میکردیم گفتیم که آره بعضی ها توی مهمونی ها میرن، هر مهمونی عاشق یه نفر میشن، تو یا تو همون مهمونی به هر کی نگاه میکنن عاشقش میشن. نه اونجوری نیستم، نه 100% اینطوری نیست، من میدونم. ولی بعد یه کاری بکنیم، یه دست آستین چیزی بالا بزنیم. الان سه تا برنامه است، نبودی پرتو ندیدی، سه تا برنامه است اصرار دارن منو زن بدم. راحتم به خدا، تو خودت چرا زن نمیگیری؟ دیگه من پشت شما هستم، چرا شما خودتون زن نمیگیرید؟ خدا نکنه. اگه من زن بگیرم اون چی بگیره؟ یعنی چی؟ اون چی بگیره چیه؟ بعد دیگه میگن کی زنشو به من میده؟ بعد اینو بگی. در حال از این به بعد فکر میکنم برنامه روی کیارش بگرده از لحاظ ازدواج. خیلی زوممون فقط به بهداشت نباشه. ما از این به بعد کیارش هم داریم. کاملا استقبال میکنم. کاملا استقبال میکنم. خیلی هم عالیه، خیلی هم دوست داریم استقبال میکنید. این جوابو نمیدونستی. آره من خودم هم سورپرایز شدم. رفتی الان. هیچی آره شدم. دیگه قانع شدم الان. خب بریم سراغ یه سوال دیگه. بپرسید. بدترین بلایی که سر یه آدم آوردی پرتو چی بوده؟ خیلی بد شد. خیلی هم بازی گوشی. خیلی بد شد از من این سوال پرسیدی. چرا خرابکاری زیاد میگه کردی پرتو جان؟ نه والا خرابکاری دیگه. وقتی که بدترین بلا سر کسی بیاد یعنی یه جوری خرابکاریه. واقعیتش اینه که من ظاهرم خیلی شیطونه و حرف شما میگی بازی گوشی. هر جا میرم همه میگن که مگه میشه تو نه فلان. ولی من واقعیتش اینه که بلا فکر نمیکنم سر کسی آورده. یعنی دل مهربونی دارن. منظورشون هستش که اصلا دلشون نمیاد کسی رو اذیت کنن. درسته؟ آره واقعیت اینه که من کلن ذاتن آدم مهربونیم. در جواب سوال قبلی شما فرصت نشد من صحبت کنم، اینه که من واقعیتش اینه که میگم از شخصیت آدم ها میاد، یکی براش سخته بگه دوستت دارم، یکی نه. من جز دست آدماییم که هر چی زیبایی ببینم میگم لباست قشنگه، چقدر خوشگل شدی امروز، چقدر دوستت دارم، چون واقعا فکر میکنم خیلی زود دیر میشه. دکور چطوره؟ عالی. لباسامون؟ پرفکت. اگه نبود که من اینجا نبودم. شهریار خادمی یه دونه است، نگم براتون. عالی، دقیقا جوری که البته اولش گفتن من همه چی رو پرفکت میگم، همه چی رو میگم دوست دارم. الان اگه بخواید از ما تعریف کنید ما شک میکنیم که واقعیه. از یه جوری بیشتر که آدم به همه چی بگه دوست دارم. واقعیت اینه که من چیزی هم بد باشه میگم، ولی من میگم بد تو دنیا وجود نداره. هر کسی یه جوره. تو برای خودت خوبی، من برای خودم خوبم، ولی خوبامون با هم فرق میکنه. پرتو جون با این حرفت خیلی موافقم، ولی الان به ما بگو آخرین بلایی که سر کسی آوردی چی بوده؟ اینو توضیح ندادی. بلا واقعیتش بگم چی بوده؟ رفته بودم کلاس آرایشگری، از برادرم خواستم که بده من موهاتو کوتاه کنم پشت سرش توی کووید. بعد داداشم گفت که مطمئنی بلدی دیگه؟ گفتم آره، من این همه کلاس رفتم، $1000 خرج کردم، مگه میشه؟ بنده خدا نشست و حالا میتینگم داد، اینو داد دست ما. بعد فقط عکسش بود، الان بهتون نشون میدادم. این وسط و براش یه تیکه با موزه رفتم، بعدم جیغ میزدم تو حمام، میزدم تو سر خودم، میگفتم وای میخندیدم. بعد دیگه اون دلش برام سوخته بود، آینه رو اینجوری آورد نگاه که گفت اشکال نداره، فقط برید زنگ بزنید هر چی شده بدید به یه آرایشگر بیا تو خونه. من اگه بودم میکشتی من اگه بودم نه منم اصلا واقعا خیلی دیگه میگم آمستاسم من اصلا اصلا. البته این که یه اتفاق بوده ولی خیلی جالبه، میگه من دلم نمیاد هیچ کسا اذیت. آخه واقعیت پس معلومه ترکونده. نه واقعیت اینه که دلم نمی اومد اون کارو باش بکنم، ولی اعتماد به نفسم خیلی بالا بود، اونم بیچاره به من اعتماد کرد. بنده خدا الان که دیگه خیلی کارم خوب شده بهش میگم بابا باور کن، میگه دیگه موهای دستم هم نزده. اخلاقی میگیریم که کلاس آرایشگری میرید لطفاً خواهشن با اعتماد به نفس بالا نرید بگید اول اعتماد به نفس بالا پت و اینا تمرین کنید بعد بیاید. چرا پت هم گناه داره؟ اتفاقا چقدر خوب شد که اینو تعریف کرد، ما یادمون باشه اگه همچی پیشنهادی به ما داد خواستی همچی کار بیوتی برای ما انجام بده به هیچ عنوان. بدترین بلایی که سر کسی آوردی چی؟ بدترین بلایی که سر کسی آوردم، معلم، دوست، رفیق. بخوره غیر قابل پخش اشکال نداره بگم. بدترین بلا رو سر همین دوستم آوردم، حدود
نمیدونم چند سال پیش بود که گفتم چرا ازدواج نمی کنی؟ ایشون ازدواج کرد. نه اون چه بلا نیست، خیلی هم نعمته. اینو نگه چی بگی؟ دختر خوبی هم، بلا سر کسی نیبود. کجا معلوم؟ اونجور که میدونم دیگه. کجا میدونی؟ من کجا بدونم؟ بلایی سر کسی نیبودم، ولی بلا زیاد سرم آوردن. شما چطور؟ تو بازی حقیقت و جرأت بوده. بگم؟ بگو. من کلا خیلی بلا هم، بلا خیلی سر کسی آوردم. وایسی فکر کنم، نمیدونم، فکر کنم یه باری که رفیقامو کردم تو جوب. همین اول خیابون ولیعصر بارندگی شدید بود، یه پلیس راهنمایی رانندگی آقای وایساده بودن. ما اومدیم ازشون آدرس پرسیم که ما می‌پرسیم یه آدرس پرسیم، افتادن توی جوب. کشتیش؟ بدترین کاری که تو مدرسه کردی چی؟ گچ داغ کردم گذاشتم موقعی که استاد میخواد بیاد بنویسه، ورداش دستش واقعا سوخت. بکنم بیشتر بلا سرت اومده. نه؟ نه افتی تو فکر. دستگاه هایی که تولید بوهای نامطبوع میکنن خریدیم گذاشتیم زیر صندلی معلم. این دختره اذیت میکنم معلم ها. آره خب چی کار کرد؟ یه مش رپرن پشت ماشین میخونن، هر روزم و اصلا نمیبینمشون، میدونم درونم من انقدر جلو هم میکنم وقتم و حروم، اصلا صبح زول پا میشم و تختم و تن و بدن هنو لشه، هنوزم من فرق داره چوکم. یعنی مثلا تو کلاس راش نمیدادی؟ معلمو تو کلاس راه نمیدادی؟ کفترشو کشتی؟ کفترشو کشتیم دیگه، دیگه خیلی هم حال کردیم و زمان برگرده بازم میکشتیم. غمت نباشه تا هستم، ببین به خاطرت عشقم، دل دنیا رو شکستم، تو رو دیدم که فهمیدم عشق هنوز از آخه عشق رو تو چشا دیدم. میدونی غیر از تو به هیشگی قول دل بستن نمیدم، عشق یعنی دردت تا به جونم، عشق یعنی قلبت شده خونم، عشق یعنی هر جوری باشی باز عاشق تو میمونم، عشق یعنی با هم لب دریا، عشق یعنی تو رو میخوام تنها، عشق یعنی با تو غمی نیست. عشق یعنی چی؟ آقای بهداشت جواب از نه دیگه، این سری پرتو بود، این سری شما بود، شما دوباره. من بگم کسی که کسی رو واقعا دوست داشته باشه، چون عشق از چیزی میاد، کلمه‌ای میاد که معنیش از خودگذشتگی و دوست داشتن بیش از اندازه است. یعنی دیگه شخص خودش رو نمیبینه به هیچ عنوان، فقط و فقط و فقط اون کسی رو میبینه که خیلی دوستش داره. مرسی. فقط میشه توی یه جمله توصیفش کرد. درسته؟ تو صحبت هایم که تو برنامه قبل بود. بله. شما دیگه نظری ندارید؟ خب نه، من میتونم بگم که به پدر مادرامونم برمیگرده. واقعا بله؟ اونا خیلی صبوری میکردن. وقتی که میبینیم نسلای گذشته صد تا مشکل داشته، بابای مامانه هر چیزی، الان ما داریم میبینیم این روزا اصلا یه چیزیش کج باشه سریع خدافظ خدافظ، ولی قدیما پدر مادرای ما باشه بوده که هست. من نیومدم عوض کنم، نیومدم عوض کنم، اومدم که بسازم درستش کنم. اتفاقا من یه جمله بگم تکمیل کننده حرف شما، چیزی که در مورد دوست داشتن میگیم حس پدر مادران نسبت به ما فرزندانشه. بله. هیچ کس به این قدرت، به این قوی نمیتونه دوست داشتن یا عشق نسبت به پدر مادر نسبت به فرزند رو واقعا تجربه کنه. بالاترینش هستش که خودتون همه میدونید. واقعا از اینجا دست و پاشون رو میبوسیم و قدردانشون هستیم. خب پرتو، زشت پولدار یا خوشگل بی پول؟ واقعیتش اینه که خوشگل پولدار. خب خوشگل پولدار منظور خوشگل خانوما رو میگم. میخواستید بگید خوشتیپ پولدار؟ بله، آقایون باید خوشتیپ باشن. من همیشه میگم مرد خوشگل مال خودت نیست، آخه مال بقیه است. خوشگل به نظر من در مورد خانم ها استفاده میکنن. من میگم شما نظرتون رو بگید. اگر منظور خوشگل و خوشتیپیه، خوشتیپ پولار. ولی اگر خوشتیپم نبود
پولدار باید پولدار بودن زشت پولدار مهمتره. تیتا جون من میگم پول باشه چهار تا عمل میبریم روش پیاده میکنی خوشگل میشه. من قبول ندارم به خاطر اینکه شما اگه قراره با کسی ازدواج بکنید بعد که بچه دار شدید متوجه حرف من میشید. البته این بیشتر رو آقایون صدق میکنه. آره فرق نمیکنه استرس از هر دو طرف میبره. آقایون بیشتر ضرر میکنن اینجوری. ولی جواب سوال لطفا، زشت پولدار یا خوشگل بیپول؟ من آخه بخوای بین این دوتا انتخاب بکنی من میگم خوشگل بیپول، ولی به خوشگلی و پولداری نیست. خب پس دنبالش هستی، یعنی میدونی آخه دوباره شروع کرد دنبال موضوع خوشگل به چیز به اون چیزا نیست، چون اصولا آدما همیشه میگن که زیبایی واسه یکی دو قرار اوله، اون وقت پول داشته باشه میتونه خوشگل کنه دیگه. چرا فکر میکنید میشه شما رو انتخاب کنه؟ پولدار زشت 100%. پسر خوشگل بی پول یا پسر زشت پولدار؟ هر دوش یه دونش خوشگل باشه هم پول داره. نه دیگه یه دونش رو بخوای انتخاب. خوشگل بی پول. پولدار زشت 100%. چرا؟ پولش خیلی زشته و کریهه، اصلا نمیتونی. اشکال نداره فدا سرش. اصلا موردی نداره. من میفهمم که به خاطر پولش بودی. بفهم خودم اعلام میکنم. آره خوشگل بی پول. خوشگل بی پول. خوشگلی اینقدر براتون؟ آره خیلی. چرا؟ خوبه دیگه، من دوست دارم. دوست داری. خوشگل بی پول. خوشگل بی پول. آره چرا خوشگلی مهم؟ چون آدم دیگه میخواد با یکی زندگی کنه، همیشه زندگی مشترک با همین دیگه، هر روز میخواد ببینی زشت باشه قابل لار باشه بهتر نیست؟ مثلا باباش کارخونه دار باشه ولی زشت نه. خب دیگه از نظر من پول به عهده پسره، مثلا اون باید تو خونه پسر. آفرین مرد زندگی، مرد ایدئال به این میگن. مرسی. کی رو انتخاب کنی؟ خب باشه تنب زشت. پول داره زشت. پول بسات مهم نیست؟ پول داره زشت. آره پول بازم مهمه، چون قبلی هر گفتی خوشگل کنه خودشو، قبلی هر گفتی بی پول خوشگل. نمیدونم این دفعه میگم پول داره زشت. من خودم خب خوشگل بی پول بکنم بهتر. خوشگل بی پول مهم نیست بسات پول؟ نه. چرا؟ چون خودم دارم دوست ترجیح میدم که کسی باشه که حداقل بتونم تو خیابون باش راه برم. معتقد نیست اونی که پول داره خوشگل هم میشه؟ آره خب اونی که پول داره خوشگل هم میشه، ولی خب اونی که پول داره با پولش خیلی ضعفای دیگه هم داره دیگه. ضعف؟ آدم پولدار ضعف نداره که برای دیگه داره دیگه. من الان رفیق خودم هست، الان دوست دخترش پول داره، همه چی همه امکاناتی هم داره، ولی خب تو سرش هم میزنه، همه کارم بزنه فرزه، یکی بیاد تو سر منم بزنه. خب آره، ولی این در صورتی که شما هم نداشته باشی، ولی وقتی خودت داشته باشی دیگه نیازی نداری که دوست دخترت پول دار باشه. از مالت خوبه؟ خوبه، بد نیست، خدا رو شکر. آره اوکی، دوست پسر جذاب. خب حالا پول داره بی اخلاق یا بی پول با اخلاق؟ پول داره بی اخلاق. کلا پول مهمه برات؟ آره. اصلا خوشگل طرف؟ خب اون وقت پول داشته باشه میتونه خوشگل کنه دیگه. یعنی با پولش میگی خوشگل میشه. حالا اگه نشه خوش شرایی میکنه دیگه، بالاخره بهتر میکنه. حالا اگه خوشگل نشه چی؟ اگه خوشگل نشه دیگه همینجوری میسازم باشه. میسازی باشه. مهم اینه که من خوشبخت. مهم اینه که پولدار باشه. من خوشبخت میکنه دیگه. مثلا هر چی میخوام تامین میکنه باشه. پول خوشبختت میکنه؟ آره. بعد دختر بی اخلاق پولدار یا با اخلاق بی پول؟ بی اخلاق پولدار. من پولو میخوای هم زیبایی؟ آره پولو هیکل دیگه، زیبایی زیاد نه. بعد الان پول هیکل رو میخوای، خود چه چیزی تو خودت دیدی که الان همچین آپشن داری؟ من ما والا گوگل بزنی میاد بالا خاطر ورزش. آره ورزش میکنی؟ ورزش میکنی ماشاءالله. چه ورزش؟ فوتبال. بله چون فوتبال بازی میکنی طرف هم پولدار باشه هم خوش فیس. آره دیگه بالاخره ما برند منطقه 4ایم بالاخره. برند منطقه. آره حالا برقم منطقه 4 نه منطقه 6. 6 هم محله. آره بالاخره یک کوچه یک کوچه در حدمون هست. آره چه ملاکای داشت؟ چه شبرو مشکی کو 80 خوشگه. آره چرا فکر می‌کنید میشه شما رو انتخاب کنید؟ من خودم اعلام می‌کنم همه جا میگم زشته به خاطر پولش می‌خوام. به خاطر پولش. آره مهم نیست بعد چند وقت طلاق می‌گیری دیگه. کلا منفعت طلبی. آره با اخلاق بی پول. اخلاق بی پول چون پول داشته باشه با اخلاقش نمیشه زندگی کرد. کلا اخلاق و زیبایی بیشتر از پول. آره مطمئنی؟ بله. الان یکی از اینجا وایسه با بنز
ولی زشت باشه به اخلاقم نداشته باشه تو جوره. چون همه میفهم باختر اون بنز و باختر اون پوله که باش همه میفهم بفهمن تو داری خوشبخت نه خب منم باید احساس خوشبختی کنم هم عاطفی هم پولی دیگه ولی خب اونو من میگم که پول یا موفقیت به عهده پسره مرد ایدئال معرفی که سوال بعدی اینه که بد اخلاق پولدارو میپسندی خب یا خوش اخلاق بی پول بازم من همون گزینه دوم اخلاقی که مردم نمیبینن مردم نمیبینن من که باید تحمل کنم طرف اما پول داره میگم این گزینه هایی که شما میگی واسه کسایی که مثلا پول نداره اگه من خودم مثلا شاید ماشین خوب نداشتم والا یا مثلا ماشین چیه من که چیز بگو من ماشینم زیاد جا چیز نیست 207 تازه خریدم ولی منظور لولش زیاد نیست ولی منظورم اینه که اگه مثلا کسی باشه که ماشین نداشته باشه مثلا پراید چیزی داشته باشه او قطعا گزینه اول من خودم هم اگه بودم گزینه اول انتخاب یه خانومی بیاد مثلا پورش داشته باشه ولی اخلاق نداشته باشه نه من خودم الان 2 ساله با یه بنده خدایی ام که اخلاق نداره ولی از هر لحاظی نه پولدارم نیست ولی از هر لحاظی اوکیه 2 ساله با هم دیگه من اینکه خودم همیشه با 7 8 نفر اخلاق نداره ولی از همه نظر اوکی است چه لحظه دیگه دیگه وارد جزئیات نشیم بعد دختر بی اخلاق پول الان میگه پولداری اخلاقم برات مهم نیست ای پول داشته باشه اصلا پول داشته بزن همه هر چی میخواد داشته خوش بده نه اون قدم خوب مردی زاره کار والا این روزه دیگه پول داشته باشه بهتر از همه چیه اخلاق و قیافه خوشبختی هم میاره 100%. تو دیدی نیست خودم کار میکنم پولدار میشم. خودم هم کار میکنم ولی پولای اونو بیشتر دوست دارم. مرسی که اینقدر صادق بودید. دست در نکنم. ممنونم. پولدار بودن شاید حالا ادامه دار باشه ولی جذابیتش واسه ماهای اوله. آدم اگر که اولین بار یه دیت بره با یه نفر سوار لامبورگینی بشه بعد یه سال دیگه لامبورگینی مثل هر ماشین دیگه عادیه. چیزی که این چیزی که این وسط میمونه اخلاقه. دقیقاً تفاهم و اخلاقه ولی که بتونه حالا داشته باشه. خب اخلاق داشته باشه. ببین مسئله اینجاست خانمای ایرانی این روزا میگن که اگه قرار زن یه نفر بشیم چون همه آقایون دور از جون شما خیانت میکنن این روزا خب اگه قرار زن یه نفر بشیم گوشه کاندو گریه کنیم بذار گوشه هاوس گریه کنیم پنت هاوس گریه کنیم دلیلی نداره ما بخوایم دلیل داره کیارش من فکر نمیکنم من حالا من اتفاقا نظرم اینطوری نیست من فکر میکنم آقایونی که خیلی هم جنتلمن هستن علاوه حالا اخلاقی خوب هستن پولدار هستن ایرانی ها حال چه پولدار باشن چه پولدار نباشن اول اینکه خیلی کمتر پیش میاد که خیانت بکنن ولی اگرم خیانت میکنن به نظر من اون دسته که خائن هستن چه پولدار باشن چه ضعیف باشن چه حالا زشت باشن خصوصا اگه زشت باشن بیشتر خیانت میکنن به نظر من اینطوریه آره. درسته؟ آره بیشتر خائنن اگه زشت خیلی پولدار باشن بیشتر بالاخره میشه جلوی آدم ولی واقعیت اینه که از شوخی بگذریم وقتی که ما با خودمون تنها میشیم دیگه نه اون پول معنا میده نه اون قیافه اون آرامشی که باید داشته باشی حتی اگه طرف پول داشته باشه خوشگل باشه هر چیزی اگه آرامش نباشه تو خوشحال نیستی آی نازل نازل دلبر قلبم ده یازل دلبر والله سنین یولوندن سن ده یازل دلبر آی داختی داختی دلبر قلبم آیاتی دلبر اشکین سالب زانما همونی آتی دلبر اشکین سالب زانما همونی آتی دلبر Hamını attı dilber Eşkin sanıp
yazık dilber Kalbimde yazık dilber Valla senin yolunda ölsem de yazık dilber Ay tatlı tatlı dilber Kalbime yattı dilber Eşin sanıp tanıma Hamını attı dilber Kötü tenhayı koydun çıkalım کتاب میخونم صفحه مجازی صفحه مجازی چیکار چت با کی پسر دختر دوستا پسر دختر دوستا فرق نه شده هنوز دانشجو نشدی آقا شما که انقدر ورزش کردی تو تنهایی چیکار میکنی تو تنهایی تنها که نیستم الان یه 10 سال چون متأهلم دیگه تنهایی هیچ وقت نیستم کتاب میخونم و تو نت فیلم میبینم فیلم چی؟ فیلم سریال گیم آف ترون اما تنها میگه تموم شد فیلم چی میبین؟ فیلم یه فیلم سینمایی سینمایی تو بیکار نمیشیم ما جانرش درام عاشقان آره اکشن کار بدی انجام نیست کار بد نه تو تنهایی چی کار میکنی؟ تفکر تفکر میکنم در مورد چی تفکر میکنم؟ من تو تنهایی اصولا دارم با گوشی کار میکنم و فکر در مورد چی میکنم؟ نه فکر نمیکنم گفتم اونا که شوخی کردم اصولا با گوشی کار میکنم فیلم میبینم فیلم چی؟ نام ببرم اسپارتاکوس دیدین شما؟ فیلم قشنگ قربونش فرنزم میکنم تو تنهاییتون چی کار میکنم؟ موزیک گوش میکنم خرید میکنم تنهایی خرید میکنم آره تنهایی میرم خرید میکنم نه نه تو تنهایی که مثلا خونه تنهایی چی کارم تو اینترنت تو فضای مجازی هست درسته چی کارم کنی تو فضای مجازی تلگرام اینستا با دوستام چت میکنم گفتی تنهایی توی خلوت خودت چی کار میکنی تو تنهایی خودت فیلم میبینم فقط آره من الان الان من سه هفته است چه جور فیلمی میبینم به دلیل کرونا دیگه لاکداون شدیم دیگه سر کار که حالا اینجا که خب دائم نمیایم و کار دیگه هم که دارم انجام نمیدیم مداوم ولی آره من همه جور فیلمی میبینم صبح تا شب فقط نتفلیکس حالا میشینم پای فیلم من نمیدونم چرا آقایونو ول میکنین همش میشین فیلم میبینین چیکار کنیم بشین دور هم دیگه لذت ببرین بابا به تعداد سوالم اینه بدون حضور ما کار ما که دور همی به آقایون نه اصلا سوالش تو تنهایی بود لطفا توجه کنید تنهاییتون چیکار میکنین چرا اصلا تنهایی من موزیک زیاد گوش میدم فیلم زیاد میبینم آواز میخونن آواز صرفاً تو تنهایی نمیخونم شما چیکار اینجا میخونید مرسی یه نفر سوال پرسید من میتونم جواب ندم چون من سوال میپرسم اما من با تنهایی خودم خیلی حال میکنم من واقعا یعنی فکر میکنم روزی 2 ساعت حداقل برای خودم زمان میذارم توی اون 2 ساعت هم کتاب میخونم مدیتیشن میکنم خیلی 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 من به مدیتیشن باور دارم و خیلی جوابشو دارم میگیرم بله. روزی دوبار مدیتیشن میکنم و خیلی قشنگ چیزا رو وایدتر میبینم مثلا خیلی عجیب و غریب دیدتون عوض شده نسبت به دنیا آره من عقیدم اینه که به نظر من هر شخصی باید برای زمان خودش برای تنهای خودش یه زمانی بذاره حالا 2 ساعت نه حداقل 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت که بتونه با خودش و ما آدم ها تو تنهاییامون میتونیم خودمون رو بیشتر بشناسیم و وقتی خودمون رو بیشتر میشناسیم این البته نظر من وقتی خودمون رو بیشتر میشناسیم میفهمیم چطوری میتونیم با آدما بهتر کامیونیکیت کنیم ما چه ایرادی داریم ایرادای خودمون رو بتونیم برطرف کنیم خیلی دقیقا اتفاقا میخواستم تو ادامه صحبت شما بگم اگر شده در روز نیم ساعتم با خودمون تنها باشیم ببینیم توی مدت روز که سپری کردیم چه اشتباهاتی رو کردیم یا شاید حرفی زدیم کسی رو ناراحت کردیم با خودمون یه مقدار تنها که باشیم و فکر بکنیم سعی میکنیم اونا رو دیگه فردا تکرارش نکنیم ولی اگه قرار باشه هیچ وقت تنها به خودمون فرصت ندیم و هیچ فکری در طول روز نکنیم شاید اون اشتباهات رو به مرور تکرار بکنیم و اون خطاها باعث ناراحتی دیگران بشه این خیلی مهمه که حتما یه وقتی رو برای تنها بودن خودمون سپری کنیم. خیلی زمانه زیادتر از 10 دقیقه در طول روز تنها دیگه. ولی فکر میکنید به خودتون که چه کار اشتباهی یا چه کار مفیدی انجام دادید؟ حالا نه حتما اشتباهی. هر کسی فکر میکنه. من آدم خیلی جوری
چی جوری گذشتهش و چی فکر کرده و در واقع چی جوری بوده دنیاش. دقیقاً من اشاره های از اون پشت میبینم. بریم و برگردیم با ما باشیم. عاشقم دیوانه تو، عشق دل رو بایم، رو تبسته نگاهت شیرینم لیلای من. عاشقم زیبانگارم، عاشقی دیوانم، تشنه برگشتنم من چون تویی در خوابم. وای از آن چشم سیاه، وای از آن چال گونه ها، رام آرام تو شدم، وای از آن گرشم، وای از اون چشم سیاه، وای از اون چاله گونه ها، آرام آرام تو شدم، وای از اون کرشم ها. جان من دل شده همسایت، همه کسی نفسی که به تو بند نفسهای من، جان منی تو ماهی که چراغان شده دنیای من. همه کسی نفسی که به تو بند نفسهای من، جان منی تو ماهی که چراغان شده دنیای من. وای از آن چشم سیاه، وای از آن چال گونه ها، رام آرام تو شدم، وای از آن کرشم. میدونه ازدواج کردی؟ با واقعا ازدواج کردی؟ آره؟ نگفتی بهشو؟ از خونه تردش میکنید یا شب شام دعوتشون میکنید؟ گذینه دو که اصلا یکم نمیدونم واقعا چی کار باید کنم. امروز یه چالش خیلی خفن واسه پسرها داره. قراره پسرها به پدر یا مادرشون زنگ بزنن بگن که من دو ماه گذشته ازدواج کردم و الانم بچه‌ام تو راهه. بریم واکنش پدر مادرشون رو ببینیم. امروز میخواییم یه چالش خیلی خفن با هم دیگه اجرا کنیم. اجرا کنیم؟ اجرا کنیم. زنگ بزن به مادرت بگو که مامان من حقیقتا یه چیزی رو چند وقت میخوام بهت بگم با نهایت تأسف، بابا حتی شده گریه هم بکن. بگو من دو ماه پیش ازدواج کردم، میخواستم بهت بگم. سلام آنجا. مامان میگم من یه چی میخواستم بهت بگم، زنگ زده بودی یادم رفت بگم. از دیشب کلنجار میرم با خودم بگم بهت. من یه حرکتی زدم، یه چند وقت پیش، تقریبا یکی دو ماه پیش. بعد باران بودا، من باش شناسامون رو برداشتیم بردیم، بعد رفتیم محضر، بعد دیگه چی دیگه با هم دیگه حرکتی زدیم. من اصلا کلن چند وقت درگیر همین بودم که ببینم بهت بگم یا نگم. این مدت که یه خونده چی کردیم وقت؟ چی دیگه با هم دیگه نامزد کردیم. حلکی ندارم. حلکی که دروغ ندارم من به تو بگم. حقیقت داره. حقیقت داره؟ میدونه ازدواج کردی؟ با واقعا ازدواج کردی؟ آره؟ نگفتی بهشو؟ خب اون حقیقتا میخواستم یه حقیقتی رو بگم. من دو ماه پیش ازدواج کردم. خب یه چند وقته ای تو دلم هست اینو بهت بگم، اینا روم نشد. امشب شام درست کنم با خانومم پاشم بیام. میگه بیا قدمت رو چش. آخه یه مشکلی هست، گوشی اسپیکرش کار نمیکنه، فقط با ایرپاد کار میکنه. یه با گوشی بزن رفع مشکل نمیشه که شماره مامانم باشه رو گوشی تو، شماره خونه تو. پلاک کن خودت، باید شاکش کن. صفر نصد و صفر نصد و یک شمار خونه رو زد آخر. آره دیگه شما مامانم رو خواهد کرد. اعتماد نداشت. زنی بزنم آقا بعد جوابی میشنوی. اشکال نداره.
بگو مجبور شدم مامان ازدواج کنم، دست خودم نه. باشه فقط بهت بگم الان زنگ زنم. تازه مهریه ایناشم جا؟ بگو جونم آقا. جدی میگم؟ حالا کی نگوش خواستم؟ جدی هم واقعا؟ خیلی جدی. آقا من برسم آقا میگم داستان شده، 350 تا مهریه هم زده بودیم، بعد الان با باران به مشکل خوردم، گیر داده که آره من مریم میخوام این داستانا. خب بدم دیگه. از کجا بیارم بدم؟ از کجا؟ تو کمک نمی کنی به؟ چرا؟ نمشه یه جا امشب شام درست نمی کنی با هم بیایم پیشت؟ چرا؟ شام چی درست میکنی؟ از من دیگه نیجوان زندگی کنیم. مامان و اما یه سوال جنجالی دیگه. بعد نگاه میکنم یه جوری نگاه میکنی دقیقا ما شک کردیم. چی میخوایی پرسی؟ میخوام از بهتاش بپرسم. اگه الان زنگ بزنی به پدر و مادرت بگی که من دو ماه ازدواج کردم، چه ریاکشنی دارن؟ فکر میکنم خوشحال میشن. اگه بگی بچه‌مون یه ماه دیگه به دنیا میاد چه؟ نه اون ماه دیگه آخه نه سوال یه لحظه من چه جوری میتونم بگم دو ماه ازدواج کردم یه ماه دیگه بچه‌م به دنیا میاد؟ پیش اومده دیگه. من میخواستم ازت بپرسم چه ازدواج کردی ما نفهمیدیم. من میخوام بگم یه آمادگی از تو برنامه بده به پدر و مادر. ما داریم سه قسمت اینو میگین، حتما یه دلیلی داره. نگفته به خاطر کووید نخواسته شلوغش. نه من خب پدر مادر من همیشه حامی من بودن، مثل همه پدر مادر هست. منم میدونم که هر اتفاقی بیفته هر چیزی که بگم واقعا حمایت میکنن، واقعا هم همیشه خدایش حمایت کردن. تو این مسئله آره قطعا حمایت میکنن. بله من خیلی سر بله دیگه. کسی میتونه بگه که مثلا چرا بله. نه اینکه میخوای ازدواج کنی، اینکه ازدواج کردن بهتون نگفتن. آره ولی کسی میتونه بگه چرا نگفتی دیگه. آره میکنن که چرا. من به جای مادرت با تو دعوا میکنم. چرا نگفتی ازدواج کردی؟ من اگه جای مادرش بودم واقعا الان بلاکش میکردم. نه اصلا کاری نداریم به قسمت پدر مادر. ما الان سه جلسه است داریم در مورد ازدواجش صحبت میکنیم، ولی تعجب میکنم چرا به ما نگفتی. چرا در آوردی؟ باورش میشه. تازه میگی بچه دارم شده فرزند یک ماه. نظر شما چیه؟ والا آخه این بحث فرق میکنه بین پسر و دختر. شاید اگه من خودم مادر یه پسر باشم، مدل همه مادرای ایرانی، بگم که اوکی دیگه پسرمه مثلا ازدواج کرده. نمیدونم آخه خیلی فرقه تو ایران بین پسرا و دخترا. شاید اینو از پسرشون مثل خیلی اتفاقای دیگه که میگن اون پسره و مثلا شما دختری، ولی خب نمیدونم من اصلا نمیشه خودم تو موقعیت بذارم. من همیشه بچه خوبی بودم، هوای قلب پدر مادر رو داشتم. بچه بدیه؟ آره دیگه پدر مادر آدم من فکر کنم مثلا نمیدونم ناراحت میشن. خب قطعا ناراحت میشن، دوست دارن که تصمیم بگیرن، ولی به نظر من تهش اینجوریه که همه پدر مادرها میگن اون چیزی که انتخاب زندگی توه قطعا ما رو خوشحالتر میکنه. آره ولی خب چرا نگفتی؟ دو ما ازش گذشته الان اومدیم یکی میگفتی میخوام فلانی رو بگیرم. به خاطر دوری دارم میگم. در حال اگه ازدواج کردی بهتاش آقا نگفتی خودتونه، بعد ما میدونیم با شما در پشت صحنه. مادر من فردا زنگ زده میگه چرا نگفتی. چرا حرف داره هر حتما این کارو بکنیم شما. خب برمیگردیم به پایان برنامه. خیلی خوشحال بودم امروز که در جمع شما بودم و پرتوی عزیز رو دیدم و جامع عوض شده بود. احساس خیلی خوبی یه ذره داره به میچست بیشتر از دیگه. آره صندلی به کسی وفا نکرد. ببین الان من اینجا امیدوار باشی. ولی آره واسه منم حس جالبی بود. من کلا اصولا سر شما چه حسی داشتید؟ اونجا همیشه اون بغل میشستم اینجا. من از اون هم که شب که با بچه‌ها همیشه کنار هم می‌خوابیدیم، من اون سر باید می‌خوابیدم چون زیاد لگد می‌زدم. بس فکر می‌کنم هواشون رو تو اون حالتم چون تحت غاری بودن داشتن. وسط نمی‌خوان نمی‌خوابوندنشون که از دو طرف لگد بخورن. من لگد می‌زدم آخه. آره
از اون همه اینجوری قصد میزادم رد میشدم میرفتم قلدار خونه بوده بهتاش اینجوری که معلومه نه من مظلوم بودم آره ولی واقعا به ما هم خوش گذشت شب خوبی بود پاتوق همیشه کارش اینه که لحظات شادی رو برای شما فراهم بکنه در کنارش حرفای مثبت بزنه میدونم که در واقع شما بیننده پاتوق بودین الان راه‌های ارتباطی با پاتوق رو میدونید توی sky.television توی اینستاگرام میتونید با ما در تماس باشید توی یوتیوب سرچ بکنید پاتوق تیوی شو میتونید تمام قسمت‌های از اول تا حالا رو ببینید و باز هم مثل تا الان که با ما در ارتباط بودید با ما در ارتباط باشید سوالاتون رو بگید نظراتتون رو بگید اگر دوست دارید در مورد موضوع خاصی صحبت بشه به ما بگید یا اگر مهمون خاصی مد نظرتون هست که دعوت بشه به برنامه به ما بگید ما خیلی دوست داریم که اون چیزی که شما دوست دارید رو براتون اجرا بکنیم توی این برنامه بیشتر سعی کردیم که یه ذره در مورد سابقه پاتوق و سابقه شکلی برنامه صحبت بکنیم اگر بازم توی همین مورد هم نظری دارید سوالی دارید بپرسید که حتما جواب میدیم و همچنین من دلم میخواد اینجا حتما ذکر کنم چون خیلی ها دوست داشتن که تماس بگیرم برای بیزینس خودشون میتونید دایرکت به کارگردان مسج بدید و با تلفن ایشون و زیرنویسی که میکنن تماس بگیرید در مورد تبلیغات خودتون حتما ما خوشحال میشیم که به ما بسپارید این قسمت کار خودتون و بیزینس خودتون و از طریق برنامه ما بیزینس خودتون رو بزرگ و بزرگتر کنید. بله ما طبق رسم برنامه‌مون از آی رادیوس حامی همیشگی برنامه تشکر میکنیم توی آی رادیوس در واقع مشارکت پاتوق با آی رادیوس اتفاقات خوبی داشت که یکیش ساخت در واقع برنامه‌های صوتی بود که حالا تلرادیو بهش میگیم و حالا توی بخش برنامه دیدین تا حالا بازم از این به بعد بیشتر میبینید و آره آی رادیوس رو شما میتونید برای گوشی های اندروید یا اپل دانلود بکنید موزیکا رو گوش بدید موزیک ویدیو رو ببینید و لذت ببرید تشکر میکنم از PHD فرنیچر بابت مبلای زیباشون بینندگان عزیز ما کسایی که مقیم تورنتو هستید خیلی ها از ما آدرسشون رو خواستید آدرسشون زیر برنامه نوشته میشه و اینکه از شوروم‌های زیباشون به خاطر اینکه چند تا شوروم هستش میتونید دیدن کنید و حتما مطمئن باشه شما دست خالی بیرون نمیایید. 100% اگه دنبال چیزای یونیک و خیلی خاص و واقعا لوکس و لاکچری هستید حتما شوروم در واقع PHD رو ببینید و ازش دیدن کنید و مرسی که بیننده برنامه ما بودید مرسی که آرش جان مرسی از شما واقعا مرسی پرتو جان خواهش میکنم افتخاری بود در خدمت شما عزیزم بی خودی نیست که این دل شده قربونم